بسم الله الرحمن الرحیم. مفهوم حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که در یک جامعه اگر دو چیز به فساد رفت، همه چیز به فساد میره. اول علما و دوم حکما. در ارتباط به حکما و حاکمان صحبت نمی کنیم، ولی در ارتباط به علما چرا؟ بدون شک علما نقش برازنده اساسی و کلیدی را در یک جامعه ایفا میکنند. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که علما وارثین انبیا هستند. در افغانستان معمولا علما را به نام ملاها یاد میکنند. من امروز یک گله از ملاها دارم و یک گله از عوام الناس دارم. گله ما از علما و یا از ملاهایی که مردم به این نام یادشان میکنن، البته از تمامشان، از افراد اشخاص که در این کاتگوری واقع میشن، این است که اکثرا در مساجد که اینا به عنوان خطیب و پیش امام تعیین شده اند، در نمازهای جمعه حداقل که انبوی از مردم و جمعیت بزرگ شرکت میکنن بخاطر نماز جمعه و در دیگر نمازها معمولا متاسفانه مساجد خالی میباشد، یا که به سبب مشغله های بیش از اندازه است، یا ای که برادرها نمی باشند در خانه و محل کار می باشه و هر که زر جای نماز قامه می کنه. به هر صورت ولی متاسفانه در نمازهای پنجگانه دیگه معمولا مساجد خالی است، ولی در روزهای جمعه جمعیت بزرگ از مردم اشتراک می کنه. در چنین روز گله ما از این خطبا و همچنان امامایی است که بیاین در ارتباط به موارد شما در مسجد صحبت کنین که امروز اهم از و گری از مشکلات مردم میکشاید. متاسفانه اکثریت از مساجد بخاطر یک بس مسئله محافظه کارانه را در پیش گرفتن، نمیتونن سخن حق به زبان بیارن. اینا ببینین در ارتباط با وضو، تیمم، در ارتباط با غسل، در ارتباط با نماز، در ارتباط با روزه میان صحبت میکنن. تمام سال خدا را اختصاص دادن در ارتباط به این مورد، در ارتباط به احکام. درست است که نماز اهمیت زیاد داره، روزه اهمیت زیاد داره، بس مسئله وضو مهم است بدون شک، ولی به قسم نباشه که تمام مردم در تمام سال تو خطیب بزرگوار بیای مصروف و سرگرم این مسئله این مورد بسازی. چرا در ارتباط به جایگاه پدر مادر صحبت نمی کنی؟ در چند فرسنگی اینمی مسجد یک دختر بی ادبی مادرش می کنه، یک بچه بدترین رفتار و سلوک با پدرش داره، نظام خانواده از هم در هم است. بدون شک که تو به عنوان خطیب پیش امام در اینجا تعیین شدی، در گناه شامل هستی، با خاطر که در ارتباط به حق و حقوق صحبت نکردی، در ارتباط به حق و حقوق زن بر شوهر است، از شوهر بر زن، از پدر مادر بر فرزندان، از فرزندان به پدر مادر، در ارتباط به این حق و حقوق باید صحبت کنی، در ارتباط به حق همسایه می باید صحبت کنی. امروز با وجودی که بلند منزلها اعمار شده است و سهولت به بار آورده، یک عذاب شده به مردم. طبقه پایین سعی کنی که مشکلات داره، یا ای که عزادار است، طبقه بالا ساز و رقص و پایکوبی است، نظافت در نظر نمیگیرن. بعضی از اولیهایی که چپه میشه دوباره ایمار میشه، شب و روز کار میکنه، حالان که ممکن در همسایگیش کسی مریض باشه، یک کس از میره کار میکنه، شب خسته میه، با خاطر ازی کار کنه، چون روز کار کرده است میخواد چند لحظه استراحت کنه، ولی همسایه پلیش تا صبح بالاخره سمت میریزه و خشت بالا میکنه، سر صدا برای هم دخته. درست است ایمار کو که از دستت نگرفته، ولی حق و حقوق همسایه باید رعایت کنی، حداقل امور در 6 ماهی در 8 ماه ایمار کو وقفه بگی. حال به خاطر اینکه یک آپارتمان تجارتی جور کنی، همسایه کلش در عذاب است، اون بیچ مسکینی ها یا از ترس یا از حیا چیز نمیگن. اینمی امام در اینمی گناه شامل است. چرا در مسجد اینمی موارد صحبت نمیکنن؟ چرا در مسجد در ارتباط به ضررهای سود خوردن صحبت نمیکنن؟ که امروز دوائر دولتی متاسفانه اکثر این موارد داشت رایج است. محصل از پانتون فارغ میشه با خاطر گرفتن سند خود میبایست رشوه بده. چرا در ارتباط به مذمت رشوه صحبت نمیکنن؟ چرا در ارتباط به مذمت زنا صحبت نمیگن؟ در ارتباط به مذمت شراب، همچنان لواطت، فسق و فساد دیگه که در جامعه رایج است و به فرهنگ مبدل شده است، چرا می پیش امام صحبت نمیکنه؟ می باید تمام این حق و حقوق چی کنه؟ توضیح بده. در یکی از اوزه های امنیتی یک بچه پدرش از گریبانش گرفته کشکده آورده بود، به خاطر که پدر میراث خود تقسیم نمیکنه. بیام ملای امام صاحب تو در ارتباط به این موضوع چرا صحبت نمی کنی؟ این فساد که امروز است،
بی بندوباری کیم روز است. درست است که نماز و روزه زکات اینا جایگاه خاص خود دارند، ولی باید در ارتباط به اهمیت ازدواج و همچنان این که مهریه را خیلی کلان تعیین میکنن، زیاد تعیین میکنن و همچنان این بس مسئله عروسی در هتل و غیره و غیره، این مصارفات گزاف که امروز اکثریت جوانان نمیتونن ازدواج کنن و رجوع میکنن به راههای زشت، به زنا و فحشای دیگه، باید ارتباط به این موضوع صحبت کن. اگر این خطیب و پیش امام در ارتباط به این مورد صحبت نمیکنه، یقین بدانین که در گناه اون عمل که در اون محوطه مسجد انجام میشه، اجرا میشه، یادم شامل است و یادم شریک است. ما زینمی امامای عزیز خواهشمند هستم که تو از این باید ترس نداشته باشی که فلانه آجی صاحب چون رشوت خور است ولی آمده در صف اول نماز استاد میشه، نماز صبح خفتن، یا در روز جمعه میای در صف اول استاد یا دوم سوم استاد میشه، تو چشمت از او حیا کن. ما تو چند روپیه کمک میکنه به مسجد، یا فردا روز ممکن مرا از مسجد، قلدر مسجد است، ممکن مرا از مسجد بیرون کنه. اصلا باید توکل نسبت به الله داشته، عزت و ذلت همش به دست الله است. البته دردها زیاد از گلمندی های بود از خطبای مساجد یا پیش ماما، ولی ما از عوام الناس هم گله دارم. برادر عزیز، خواهر عزیز، وقتی که شما میبینین یک بی سواد یا یک شخصی که باوجه که با سواد است، یک عالم که اشتباه میکنه، چی او اشتباهی شدی ممکن در صفات اجتماعی پخش نشه شود، شما تمام علما را باز زبان تان تیز نشه با بد گفتنش و بزش گفتنش. اینا جایگاهی خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، شما احادیث در ارتباط با علما بخوانین، انسان واقعا حس میبره که واقعا علم دینه باید فرا بگیره. اگر یک کس به نام ملا یک عمل زشت انجام میده، چی لواطت است، چی زنا است، چی فحشا است، چی بی‌بندوباری، هر کار، انسان است، ملک خو نیست، معصوم خو نیست، پاک خو نیست. بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه هیچ کس بری و خالی از اشتباه نیست. او که اشتباه کرده باشه، شیطان وسوسه‌اش کرده، به گناه انداختش. بنابراین شما تمام علمای ربانی و علمای روحانی و علمایی که واقعا در خدمت خلق هستند در یک کتگوری و در یک صف قرار نده. این توقع ما و یا گله ما از عوام ناز بود که بیاین بپذیریم که هر کس اشتباه میکنه و این اشتباهش می بایست چون یک عمل شخصی است با اون شخص ارتباط بدیم، نه با سایر افراد. و حتی بعضا جسارت میکنن، گستاخی میکنن، با اسلام ربطش میدن. ممکن ما فردا یک عمل زشت انجام بدیم، چه ارتباط داره به اسلام؟ یک عمل فردی و خصوصی خودم است، چه ارتباط داره به اسلام؟ شما در قانون جزا ماده های مادی، اصلا ماده اولش بخونین چی است، میگه هر جنایت و هر جرم در واقع عمل شخصی خود اون شخص است و به شخص دیگه در واقع چی نمیکنه، عملش سرایت نمیکنه. و قرآن هم میگه ولا تزیر وزیره وزر اخرى، هیچ کس بار گناه کس دیگه بر دوش نمیکشه. امیدوار هستم که مورد مهم و کلیدی را دوستان عزیز گرفته باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.